سلام افاقا، چطوری؟ من صبح زیرا هم و خیلی خیلی خوش اومدید بالاخره به پارت بعدی دریم تیم بازی ای فوتبال 2022. ولی خب قبلش اگه کار من سابسکرایب کردین همین الان سریع بیاین پایین کانال سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو بزنید، لایک و کامنت هم که فراموش نشه مثل همیشه من انرژی بدید. دمتون خیلی خیلی گرمه. پیج اینستاگرام میاد بالا، اگه فالو نکردین بپرین سریع هم این فالو کنین. همین، بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب رفقا، اگه پارت قبل دیده باشید ای فوتبال لیگ دیویژن 5ش خیلی بد شروع شد. یه بازی به خاطر نت دست دادم، بازی بعدیشم عجیب غریب باختم، یعنی بازی کامل دستم بود ولی باختم 2-1 و از 8 بازی بعدی باید 13 امتیاز بگیرم، یعنی 4 برد و یه مساوی حداقل بگیرم و برم به مرحله بعدی دیویژن 4 بری رقیب پیدا کنه. امیدوارم سعی رقیب پیدا کنه، مشکل پیش نیاد و بتونیم بازی خفن رو داشته باشیم. صبر کنیم رقیب پیدا کنه، بریم سراغ بازی. خب رقیب پیدا کرد، پنج شانتن پر، احتمالاً که قطعاً ایرانی رقیبمون، امیر یزدان، رنگ افسر 65. دیویژن یک بود؟ دیویژن یک بود داداشمون، پس یعنی بازی بلده حسابیه و بازی میتونه خفن و قوی و جذاب باشه و قطعا تیمش خوبه. دیویژن یک علکی طرف نمیرسه دیگه، چرا علکی خودم گول بزنم؟ ولی خب منم بازیکن دست و پا بسته نیستم. ادن هازارد که علل حساب داره، بریم ببینیم ترکیبش چجوریه، وضعیت ترکیبش کلن از چه قراره. داداش اوکی، گیم فلن فرم بازیکن ها عالیه، عالیه، حملمون عالی، کلن همه فوق العادن این بازی. دارم تعقیب همون چیجوری ترکیبش. لواندوفسکی، یوگو آسپاز، ادن هازارد، استرلینگ، فرناندینیو، بکن بایر، اشرف حکیمی، سرخیو راموس، آلابا، مندی و تیبو کورتوا. ترکیب فوق العاده. بازیکن مشترک آلابا رو داریم با هم دیگه، استرلینگ رو داریم و همین. بریم ببینیم بازی چیجوری از آب در میاد. بازی قطعا یه بازی خفن و جذاب و دیدنیه. بریم ببینیم چیجوریه وضعیت. این بازی هم داوید آلابا هم ندارم، فکر کنم کاسانو فیکسه، چون بازی قبلی که باختم داوید آلابا اخراج شد و آلابا رو این بازی ندارم و این شاید یه خورده بعد. و البته کاسانو هم پیشرفت دادم و یه دفاعی خیلی تموم عیار شده. آقا ریلکس، خوشگل و مشکل، برو سراغ بازی و هر چی که داری رو نشون بده. وای چه سوتی داشتم میدادم، دادم ولی خب اینجا خیلی سوتیه، بهتر بود تا اون لحظه ای که داشتم سوتی میدادم. پوگبا، استرلینگ، رحیم استرلینگ فضا داره، استرلینگ و توی دروازه گل اول. یه خورده دیر ضربه رو زد رحیم استرلینگ، فقط شانس آوردن تیبو کورتوش فوق‌العاده بد کار کرد و یه لایه خوشگل خورد و گل اولو میشه جون کرد. ولی اصلا نباید این یه دونه گل رو بهش مطمئن باشم. برو کنار با انصافا پنالتی نبود، بود دیگه، صد راه کردم، ولی پنالتی خیلی مفتی بود، خیلی پنالتی مفتی بود. اوکی اوکی، چپ یا راست یا وسط، چپ یا راست یا وسط. آقا من چپ میپرم و چه پنالتی زد، چپ پریدم ولی انقدر پنالتیه خوب بود که اصلا نتونست بگیره اولیور کان. بازی قشنگ 8 دقیقه، هر تیم یه دونه گل، البته که جفت گل هم اوف بوده. مرسی و گل دوم روملو لوکاکو، سویچش هم به کار نیومد و یه آردوی ترتمیز خوشگل از روملو لوکاکو. 2-1 شد بازی. وای بازی 2-2 شد، 10 دقیقه دوتا گل من زدم، دوتا گل رقیب هم زده، چه بازیه. برنده این بازی کی میشه؟ عباس بوعزار. برنده این بازی کی میشه؟ شید قبل از اینکه بازی تماشه حتما الان کامنت بذارید که کی برنده است. وای تکله بعد
و گل سوم خوردم. بیا اینو با... دوبار نگو تو دروازه رسیدم ضربه نزدم ها، وگرنه اینطوری اصلا بگیم حمله اینا نداشتم کلا. پوگبا و گل سوم. بازی دوباره مساوی شد، این بار من بازی مساوی کردم. اسکاری خوشگل و بازی هنوز ادامه داره. چی میگی؟ یادم الان خطا گرفت. پاسکاریش خوب بود ولی دفاعم بد کار کرد. خیلی دفاعم بد کار کرد. این مثلا آخریه دیگه کاسونو بود یا نونو مندس، انتظارشم کاملا توپ از زیر پای لوار دور کنه. رودریگو. واسه ریس جیمز نمیرسه، برمیگردن توپو. این بده، این بده. وای. خیلی عجیب غریب دفاع چپ و راستش تو حمله هستن، مثلا مندی. من باز برای لوکاکو میخواستم پاس بدم که نداد. بچه ها میگفتن دیویژن بالاتر بازی سخت میشه، واقعا راست میگفتن. تصویرم قطع شد، استوبم نمیتونم بکنم، حافظه گوشی پر شده. منو فعلا بدون تصویر قبول کنید تا بعد این بازی حافظه رو اوکیش کنم و داشته باشیم تصویر منو. من لوایی که خدا هر هوا سر لو 6 تا گل، 6 تا گلشو لواندوفسکی زده. الان اصلا آمادگی بچه ندارم. من الان این بچه رو کی بزرگ میکنه؟ مهدی تارمی که نتونست گلو بزنه، حداقل اختلاف دوتا میشد. شانس آوردم حداقل اونجا سوتی نشد. انقدر داره خوب حفظ توپ میکنه، خوب توپ رو به لاک میکنه. هولی کردم تو وسط زمین، باید پاس دادن. خیلی بازی بلد بود، یه جایی باید بگی طرف بازی بلد بود و اینجا همون جایی بود که طرفمون بازی بلد بودش. قشنگ خورده پیسو. حالا من خودم دوباره بهونه که نیستم ولی خودم از پارت قبلیه دیدیم تیم چند روز بوده، 4-5 روز داشته بازی نکردم کلا، یعنی وقت نمیکنم. بازیم شده همین ویدیو رکورد کردن و تولید محتوا. قطعا تمرین از خیلی از رقیبایی که الان هستن کمتره. مینامینو. استرلینگ. و چقدر بد زد رحیم استرلینگ ضربه شد. استرلینگ بعید بود. نیمه دوم خوب شروع شد، بازی مساوی کردم، 3-3 کردم ولی 3 تا گل خوردم. و لواندوفسکی قشنگ پدرم و در بازی هم تموم شد 6-3. خیلی لواندوفسکی بی پدر قوی بود، خیلی قوی بود و حقم بود ببازم، ولی نه این اختلاف، ولی خب حقم بوده ببازم. اگه خدا البته بخوام به حق بریم، من چه دوربین رو دارم؟ دوربین نداریم اصلا که دستبین. اگه بخوام به حق بریم، بازی قبلی من باید میبردم، ولی خب لواندوفسکی 9 شد، سوپر هتریک کرد، 6 تا گل. آقا مبارکت باشه دیگه. بریم ببینیم بازی چهارم چه جوری میشه. دیویژن 5 سخت بود، سخت‌تر شد. هفته بازی هم واقعا نباید دیگه از دست بدم، حداقل بازی بعدیشو نباید دست بدم تا امید داشته باشم حتی توی این دیویژن بمونم. 10 تا امتیاز زیاد نیاز داره که توی دیویژن 5 بمونم و ببینیم اوضاع از چه قراره. یه مکس کوتاه کنیم، من این تصویرو عوض کنم و بریم برای بازی دوم. اوکی من برگشتم با تصویر زیبا، بریم آقا برای بازی چهارم. و البته قبلش بذار من بیرون داوید آلابا رو فیکس کنم. نبوده داوید آلابا کار دستم تو بازی قبلی. قشنگ کاسونو سطح بازیش و سطح بازی داوید آلابا زمین داسمون فرق میکرد و بعدم بیرون کلن. نه نه تو رزرو میدم تقریبا. اوکی بله بله بله. خب رقیب پیدا کرد پنجانتم و امیدوارم باز این بازی قبلی دیویژن یک اینا نباشه، یه رقیب قدر بیاره. بذار یکم جلوتر تمرینمون بیشتر شه بعد از دیویژن یک رقیب به ما بده بازی. چجوریه وضعیت؟ نشون بده که استرس دارم که ببینم رقیبمون چجوریه دیگه. اون
روند پیروزی. خب دیویژن 5 من که خودم بودم، وای تیکه قسمت خودم رو خوندم گفتم دیویژن 5 اصلا نفهمیدم رقیبم دیویژن چجوری بود و اینا، دقت نکردم. اشکال نداره دیگه، حداقل اگه دیویژن 1 بوده باشه و من ندیده باشه. ولی از یه طرفی اذیت شدم، پوگبا رو ندارم این بر چیز. او رقیبم هم چجوریه وضعیتش؟ زلاتان، بیل، سانه. فکر کنم من با این بازی اینو فکر کنم بازی هم کامل ترکیبش آشناس برای من، اینو با فکر کنم بازی هم و بردمش قبلا، این ترکیب کامل آشناس. حالا نمیدونم شاید اشتباه کرده باشم ولی این ترکیب آشناس. با کیوکو رو هم ندارم، مینامینو رو هم ندارم، پس مجموعه با پول پوگبا بازی کنم فعلا و بریم سراغ بازی. و این بازی از بردش از نونش برای من واجب تره تا بتونم خودم رو تو دیویژن 5 رویم رو حفظ کنم و خودم رو نگه دارم بشه 4 تا بازی یه برد حداقل. این ترکیب برای من آشناست. و سپاهان اسم تیمشه، پاریس سن ژرمن ورداشه اسمش گذاشته سپاهان. زلاتان تو کامنت ها خیلی کامنت داده بودین که زلاتان خیلی قدره. خب اینم واقعا زلاتان اونجوری که میگفتین قدر هست یا نه؟ البته یه تیمش گلون گرفته، رقیبمون تیمش بدی داره، اینکه پلی استایلش 71 بود و همون واسه که بازیش نتونن شاید اونطوری که باید خوب بازی کنن، ولی اصلا بی خیال همه چی، من باید ببرم فقط به برد فکر میکنم. اصلا ذهنیت بزن روی اینکه همون رقیب قبلی است و باید بهترین بازیمو جلوش نشون بدم، هرچند که بازی قبلی یه جایی خیلی بد سوزی دادم و تکلاش خیلی بد بود. تک میدادم که اگه تک پاس میدادم، اگه تک نمیزد تک به تک میشن، یهو تک میزد پاسه بلاک میشه، اصلا چیز افتضایی. بای برای کارلوس ولا، کارلوس ولا آورد به جای گرت بله. تو چقدر نمکی کو روملو لوکاکو، لوکاکو، استرلینگ و توی دروازه. گل اول خیلی خوشگل به ثمر رسید، پاس خوشگل روملو لوکاکو. ریم استرلینگ دروازه داوید دخیا رو باز میکنه. همین خوبه، گل اول خیلی مهمه، مثلا وقتی بازی مهم باشه برات. ولی این سوتیا بده، این سوتیا بده، این سوتیا بده، بده. چرا اینجوری دفاع کردم؟ این سوتیا بده، این پاس عمرن نمیرسید دلو چیز زلاتان. این سوتیا بده، افتضاس این سوتیا. ولی گلو میزنم دوباره. سمت راست داره یه حمله رو ترتیب میده، کی انقدر صورتش خوبه؟ باشی سرتوبه به موقع زدم لوکاکو و گل دوم آرسنال 2 پاریس سن ژرمن 1. ای خدا زیر خود چیکار کن؟ چرا اینجوری شد؟ مرسی از لنگی که انداختی نونو مندز و مرسی از دفاعی که اینجا داشتیم و مرسی از پاس. مرسی مرسی. و گل سوم عجب پاسی بود و تکلش هم خیلی دوست داشتم که باعث شد پیک محو شه و تعویضاش کامل کارساز بود و خیلی زود نتیجه داد تعویضاش، البته به نفع من. آی 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 چه سوتی بدی. پاسش قشنگ بود ولی ضربه سر زلاتان اصلا قشنگ نبود. سنجید که وضعیت چجوریه. بابا من نمیخوام به این بدم، میخواستم به استرلینگ بدم. خیلی مفت بود، خیلی مفت بود، خیلی مفت بود. لوکاکو اونم هتریک کرد تا مشتی محکم دهان استکبار باشه. ولی خب این هتریک کجا؟ سوپر هتریک لواندوسی بازی قبلی کجا؟ خب 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 ریس جیمز داره بیرون، اسکار مینگوزا بیاد تو،
بعد لوکاکو بره بیرون، مهدی طارمی بیاد تو، پوگبا هم بره بیرون و وگنر بیاد تو، علی قلی‌زاده بیاد تو. این قشنگ تره. چی کار میکنی؟ تعویضاتو کردی تو که نکردی؟ چیزی مونده تعویض کنی؟ او کلا ترکیبش عوض کرد، کلهم ترکیب عوض کرد. سانه رو گذاشت وسط، بیل رو گذاشت چپ، دیماریا رو گذاشت راست، ناچو رو آورد شد، چیچاری تو دفاع وسط؟ وات؟ چیچاری تو دفاع وسط سی بی 86ه؟ نکن ما از این کارو نکن، تحمل ندارم. چرا گرافیک کم شد یه هویی؟ گرافیک یه هویی کشید پایین؟ میدونم چرا، ولی گرافیک یه هویی کم شد. هم گرافیک چمن، هم گرافیک بازیکن ها، همه چی یه هویی کم شده کشید پایین. حالا اهمیت نده آقا سپاهان. جلوی مهدی طارمی میره پنجتایی کنه، میره پنجتایی کنه مهدی طارمی، طارمی و پنجتایی میکنه. آقا مهدیمون گل زد، گل پنجمو، دمش گرم آقا. بسته، ما از این کسادکاری نمی کنیم که خوشحالی بعد از گل نگاه کنیم، مردونه بازی میکنیم. مهدی جان تو از پیکه جون بگیر، پیکه جون تو گذر تو اوت در اینکه میرده به مهدی جون. رودریگو از سانتر فوقلاده مینگو ازا برگشت شده کرد باریوس و باریوس گن زد. او خوش نزد دمریه، یعنی قراره گل بخورم یا نه؟ اسکار مینگو ازا، مرسی مرسی مرسی، کارت قشنگ بود. خدایی پاسکاریش خیلی کشکی بود اصلا. که چی مثلا؟ اصلا که چی؟ چرا هیچکی اینجا نیست؟ بارکلا اسکار مینگو ازا، کی باست دادی؟ شد به این باست دادی؟ دارم نیتم رو کردم که یه گل تقدیم داداشمون کنم. زلاتان هم این پاش به اون پاش گفت داداش حرف موف نزن، گل مولی در کار نیست. خیلی کیفیت بازی بالا بود، خیلی فوق‌العاده بود. یعنی قشنگ گل بال داریم بازی میکنیم. مهدی طارمی پاس برای رودریگو و آفساید رودریگو، تمام. شروع کنه بازی، بازی تمامه. سوتو میزدی خب دیگه، دوباره ما مسخره کردی. پاسو بده که تمام شه بازی، پاسو بده داوود جان. باریکلا 5-1 بردیم بالاخره. دیویژن 4 یه برد داریم از اون وضعیت افتضاح خارج شدیم. خیلی بد بازی کردم، فقط که رقیب اون ضعیف بود تونستم انقدر راحت ببرم. و میگم که اگه این بازی بازی قبلی انجام میدادم قطعا پرگلتر از چیزی که بود میباختم. دوتا بازیکن هم پیشرفت کردن، شدیم 3 امتیاز، 10 امتیاز دیگه هم میخوایم، یعنی 3 تا برد و یه مساوی نیاز داریم همچنان از 6 تا بازی، از 6 تا بازی. و کار سخته یه مقداری، کار سخته. خب رفقا بریم یه دونه ترینینگ 10000 تایی دارم، اونم بدم به یکی از بازیکنامون، یه پیشرفتی بدیم و بریم دنبال زندگیمون. به کی بیش بدم؟ رحیم استرلینگ یا رودریگو؟ میخوام به رودریگو بدم. رودریگو جان بیا اینو بگی، این سهم تو، اصلا این سهم تو از زندگیه، اینو بگیر از من، قبول کن. لولش هم 5 زیاد شد، دوست دارم 5 لول زیاد شدن تو دوست دارم. و کم کم داره به سقفش نزدیک میشه رودریگو. اینش میگه 892، میام اینجا. سرعتش اینا خوبه، یه دونه حمله زیاد میکنم. دیرش هم خوبه، یه دونه شوتینگ زیاد میکنم، یه دونه پاس زیاد میکنم.
دریب نه سرعت یه دونه زیاد میکنم، دو تا زیاد میکنم. قشنگ داره قدمش، البته پیشرفتش خوب نبود اونقدر. دو تا پیشرفت کرد، پیشرفتش اونقدر خوب نبود. چی کنیم؟ یه دونه سرعت دیگه زیاد کنم بهش. یه دونه هم دارم که به دریبل اضافه میکنم، یا به این حمله است، به حمله اضافه میکنم شتاب. اوکی 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 خوبه. یوز پوینتس شد 87 آقامون رودریگو و حملهمون خفن شد. البته این لوکاکو یکم داره اذیتم میکنه، خدایی خوب تموم کرده خوبیه، ولی یه جاهایی یه فلج بازیه در میاره رو مخم میشه. آقا من پرونده این پارتو همینجا تموم میکنم، میبندم تموم میکنم چی؟ میبندم پرونده این پارتو. یه باخت جذاب، درسته باختم ولی رقیبم خیلی قدر بود و بد کار نکردم، میتونستم بهتر کار کنم، ولی بازی جذاب بود. ولی خب باختم، بازی چهارم دیویژن 5 رو بردم، یه بازی که خودم کیف نکردم. بازی قبلی که باختم و بیشتر حال کردم تا بازی آخری، ولی خب مهم اینه که بردم و امیدم برای صعود به دیویژن 4 بیشتر شد و زنده مون. تمنده پارت میبندم، حتما نظرتون رو بنویسید. اگه کانال سابسکرایب کردین همین الان سیو این کانال سابسکرایب که حداقل سابسکرایب کنین چیزی سابسکرایب نپیدا بشه. لایک و کامنت هم فراموش نشه واسه همیشه من انرژی بدید. من سوبی زیرام و ویدیوی بعدی حتما من دنبال کنید. برو بریم.